سلام، به این ویدیو خوش اومدید. توی این ویدیو قرار من این نگاهی داشته باشم به iOS 18 و همچنین macOS 15 یا سکویا که یکی دو هفته پیش معرفی شد و امروز بتا 2 اون برای دیولپرها ریلیز شد. یکی از انتقادهایی که به اپل میشد این بود که چرا مثل بقیه کمپانیا از AI توی محصولاتش استفاده نمیکنه. مطمئنا خود شما هم از ابزارهایی مثل ChatGPT به صورت روزمره استفاده میکنید و خب ستاره مراسمشون هم استفاده از AI و معرفی اپل اینتلیجنس. یکی از چیزهای جالبی که راجع به اپل اینتلیجنس وجود داره اینه که به صورت آن دیوایس این کار رو انجام میده بدون اینکه به سرور متصل بشه و خب این برای حریم خصوصی کاربر خیلی خوب هستش. اما خب همونطور که میدونید کارهایی که نیاز به هوش مصنوعی دارن نیاز به قدرت پردازش زیادی هم دارن. برای همین برای کارهای سنگین تر یک سرورهای جدیدی رو به صورت پرایوت اپل معرفی کرده. اما قابلیت دیگه ای هم که اضافه شده اینه که برای کارهای دیگه و سنگین تر یا مثلا برای کارهای تخصصی تر میتونید وقتی که از سیری استفاده میکنید به چت جی پی تی متصل شه، ولی حتما قبلش ازتون اجازه میگیره. اما کارهایی رو که میتونید با اپل اینتلیجنس انجام بدید که متاسفانه توی بتا 1 و 2 هنوز برای دیولپرها در دسترس نیستش، یه چیزایی هست مثل پروف ریدینگ. یعنی شما یه متنی رو می‌نویسید و خب یه کلیک می‌کنید روش و براتون چک می‌کنه که گرامرش یا مثلا اسپلینگتون اشتباه داره یا نداره. یا مثلا یکی از مسائل دیگه که وجود داره ری‌رایت کردنش هست. شما یک ایمیلی می‌نویسید، مثلا لحنش رو می‌خواید تغییر بدید، می‌خواید لحنش اداری‌تر باشه، برای رئیستون می‌خواید بفرستین، برای کارمندتون می‌خواید بفرستین، برای استادتون می‌خواید بفرستین. تمام سناریوها می‌تونه اینجا شکل بگیره و براتون یه متن رو بنویسه مناسب اون شرایط. خب برای این کارها ما معمولا میرفتیم سراغ چت جی پی تی، ولی خب تو این کارهای روزمره میتونم بگم وقتی که آی او اس و مک او اس اینو بیارن میتونیم بگیم از این ابزارها میتونیم خیلی بیشتر استفاده کنیم. یکی از مسائل دیگه این هستش که میتونه یک خلاصه ای از ایمیل هاتون بهتون بده. البته ایمیل هم امسال دیرتر آپدیت میشه و توی بتاهایی که ما الان گرفتیم ایمیل همچنان همون اپلیکیشن قبلیه که بود. یا اسمارت ریپلای قرار اضافه شه که میتونید یه دونه پاسخ هوشمند به ایمیلی که میاد میده. خب برای همه این مسائل معمولا توی این روزا خیلی از چت جی پی تی یا مثلا از مدل های AI دیگه مثل جمینای یا مثلا از اما خب اگه این ادغام بشه با سطح سیستم عامل خب با یک کلیک استفاده میکنید و خیلی هم راحته و خوب. من اینکه خب چون که آن دیوایس هستش روی دستگاهتون داره پردازش میشه، خوبیش اینه که نگران حریم خصوصی هم میتونیم نباشیم. و اینکه خب اینکه بخوایم از چت جی پی تی کمک بگیریم یا نگیریم اون هم کاملا با اجازه خودتون خواهد. یکی از چیزهای دیگه که راجع به هوش مصنوعی اضافه شده ایمیج پلیگراند هستش که شما خب یه سری پرامپت میدین، انتخاب میکنید و میتونید یک سری عکس رو به شکل کارتونی بسازید. این هم در نوع خودش جالب بامزه است، ولی خب با مدل هایی که در حال حاضر هستن و عکس خیلی واقعی میدن خب قابل مقایسه نیست. اما متاسفانه این قابلیت همونجوری که گفتم آن دیوایس هستش و وقتی که روی دیوایستون قرار پردازش بشه نیاز به قدرت پردازش زیاد دارین، نیاز به رم زیاد دارین و خب این باعث میشه که فقط روی آیفون های 15 پرو و 15 پرو مکس قابل استفاده باشه و روی مک ها هم خب تمام مک هایی که از اپل سیلیکون استفاده میکنن و همچنین روی آیپد ها هم که از آیپد M1 به بعد قابل استفاده هستش. یکی از چیزهایی که روی جفتشون اضافه شده اپلیکیشن پسورد مجزا هستش. شما با اپلیکیشن پسورد مجزاتون که قبلا ادغام شده توی سافاری بود و پسوردتون رو سیو میکرد و حتی توی این یکی دو تا نسخه آخر میتونستین کدهای یه بار مصرفتون رو هم بهش اضافه کنید، یه اپ مجزا شده و حالا میتونید تمام پسورداتون رو یه جا داشته باشین از پسورد وای فایتون گرفته تا رمز و گروه های یک بار مصرفتون. یکی از چیزای جالب دیگه که اضافه شده جن موجی هستش. جن موجی همون اموجیه که شما میتونید کاستومایزش کنید و بسازینش. شاید پیچیده به نظر بیاد، این شکلیه که یه چیزیه که شما میتونید اموجی خودتون رو بسازید به همین شکلی. و اینکه خب چون که انکودینگش فرق داره شما نمیتونید بر بقیه بفرستین، ولی خب دیوایس های اپل خب اون API خاصش رو داره و میتونن استفاده کنن. یه چیز بامزه است، خیلی چیز کاربردی نیستش. و بالاخره آیپد او اس ماشین حساب گرفت.
و خب همزمان با اون ماشین حساب آی او اس و مک او اس هم آپدیت شد. تو این ماشین حساب شما میتونید اعداد رو بنویسید، جمع میکنه باش. یه چیز بامزه ایه، شاید کاربردی باشه. همچنین تاریخچه اعدادی هم که حساب کردین، محاسباتی که انجام دادین رو هم میتونید داشته باشید یه گوشه. اما میرسیم به قابلیت آی او اس. یکی از چیزهایی که اضافه شده دارک مود برای آیکون اپلیکیشن ها هست. یعنی وقتی دارک مودتون روشنه، اپلیکیشن شما هم میتونه آیکونش دارک بشه. و اما شما میتونید اینو به صورت دستی قرار بدین که همیشه روشن بمونه، یا به صورت اتومات تیره و روشن بشه. اما یکی از چیزهای دیگه ای که وجود داره قابلیت تینتت هستش، که شما میتونید یک رنگ انتخاب کنید براش و خب اون رنگ ست میشه به همه آیکوناتون، که خیلی من طرفدارش نیستم. اما یکی از کارهای دیگه که توی آی او اس میتونید بکنید اینه که روی هوم اسکرینتون میتونید آیکون رو هر جایی که دلتون میخواد قرار بدید، مثل همون کاری که همیشه تو اندروید میتونستید انجام بدید. یکی از قابلیت های دیگه هم که اضافه شده اینه که شما روی هر اپلیکیشنی که بخواید میتونید رمز بذارید و با فیس آی دی یا تاچ آی دی تون بازش کنید. و اینکه همچنین میتونید مخفی کنید اون اپ ها رو که توی صفحتون نمایش داده نشه. اما برسیم به قابلیت های جدید macOS. یکی از چیزهایی که وجود نداشت روی macOS و هممون روی ویندوز تجربهش کرده بودیم اینه که شما یه دونه پنجره رو میگیرید و میکشید به یک گوشه ای و اون فول اسکرین میشه، یا یک گوشه ای قرار گرفته میشه. ما اینو نداشتیم روی macOS. البته که همه از رکتنگل استفاده میکردن یا اپلیکیشن های دیگه مثل مگنت، که امسال به macOS اضافه شد و شما میتونید پنجرهتون رو بگیرید، بکشید این ور اونور و فول اسکرینش کنید یا بچسبونیدش به اطراف صفحه. اما یکی از جالب‌ترین چیزهایی که اضافه شده و من خیلی دوستش دارم آیفون میورینگ هستش، که میتونید صفحه گوشیتون رو بیارید روی مکتون و ازش استفاده کنید مثل همونجوری که از گوشیتون استفاده میکنید. من تو حالت عادی خودم وقتی خونم خیلی از گوشیم استفاده نمیکنم و این باعث میشه که حتی از الان هم کمتر استفاده کنم و این خیلی جالبه از نظر من. یکی از قابلیت باحال دیگه ای هم که اضافه شده این بار به ایرپاد پرو 2 بود، که میتونید وقتی توی جای شلوغی هستین یا بیرون هستین، وقتی یکی بهتون زنگ میزنه با حرکت سرتون نشون بدین که میخواین جواب بدین یا میخواین جواب ندین. اما یه مسئله وجود داره. یکی از انتقادایی که به اپل میشد تو این چند سال اینه که چرا هنوز مکبوک هات رو با رم پایه 8 گیگ داری میری بیرون. و امسال من میتونم بگم که حداقل اگر دیولپر هستید به هیچ عنوان رم 8 گیگ رو نخرید، چون که امسال به ایکس کد هم قابلیت های جدید اضافه شده. یکی از این قابلیت ها تکمیل کردن کداتونه، اما نیازمند اینه که مکتون از اپل سیلیکون استفاده کنه و حداقل 16 گیگ رم داشته باشه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. برم.